نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. خانم آقایان سلام، عرض ادب و احترام. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه حوالی کتاب که به مناسبت هفته کتاب تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم حالتون خوب باشه، فرصت داشته باشید برنامه امروز رو هم دنبال بفرمایید. قراره که امروز هم مهمانهای عزیزی رو داشته باشیم، باشون گفتگو بکنیم در مورد موضوع کتاب و با ما در ارتباط باشید. فقط کافی عدد یک رو برای ما ارسال بکنید به شماره 3000 41 41 20 و راههای ارتباطی برای شما ارسال میشه. در مسابقه ما شرکت میکنید و مسابقمون هم خیلی ساده است، فقط کافیه که یکی دو دقیقه وقت براش بذارید. امیدوارم شما یکی از برنده های امروز برنامه یه حوالی کتاب هم باشید. خب بیشتر از این اطاله کلام نمی کنم، بریم سراغ مهمان عزیزی که در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر صلواتیان عزیز که ایشون دبیر محترم جشنواره کتاب و رسانه هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم، لطف کردید. به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان شریف برنامه شما. سلامت باشید. آقای دکتر صلواتیان، 21مین دوره این جشنواره داره برگزار میشه. 21 دوره، خیلی خوبه، قدمت داره این جشنواره. و اینکه در مورد فراخوان دریافت آثار برای ما بگید، اصلا این جشنواره چی هست، ایدهش از کجا اومده و قراره چه اتفاقی درش بیفته؟ خب ببینید، نسبت کتاب و رسانه، وقتی میگیم جشنواره کتاب و رسانه، این و عطفی که بینشون میاد میتونه یه نسبت دو طرفه باشه. اونجایی که کتاب در خدمت رسانه قرار میگیره برای توسعه دانش رسانه، همونجوری که کتاب داره به تمامی دانش‌های بشری کمک میکنه، ولی این یه خانش این طرفی هم داره، زمانی که رسانه در خدمت کتاب قرار میگیره. خب. یعنی اونجایی که رسانه قرار مروج کتاب باشه، یعنی همین برنامه. آره دقیقاً، یعنی همین برنامه. اونجایی که قرار رسانه مروج کتابخانی باشه، اونجایی که قرار برای نقد کتاب، برای مرور نویسی کتاب از رسانه استفاده بشه، جشنواره کتاب و رسانه این خانش دومیه است. این دومیه است. دقیقاً. جشنواره رسانه‌ایه برای تقدیر از همه تولید کندگان محتوا. بله. با موضوع کتاب، اون کسایی که رسالتشون رسوندن کتاب به خوب به دست مردم، ترویج کتابخانیه. حالا ممکنه در قالب برنامه تلویزیونی باشه، در قالب متن روزنامه باشه، یک خبر توی خبرگزاری باشه، یک پست توی فضای مجازی باشه، یا به هر شکلی کنش رسانه‌ای با موضوع کتاب. بعد این تقسیم بندی انجام شده حوزه‌های بله مختلف. بله بله. پس جشنواره ماهیتش برای تقدیر از این فعالیت هاست. بله. اهالی کتاب، یعنی خانه کتاب و ادبیات ایران، این جشنواره رو برگزار میکنن سالی یه بار. بله. تا از اهالی رسانه تقدیر بکنن به خاطر یک سال کمک کردنشون به کتاب. درست. یعنی یه جور قدرشناسی اهالی کتاب نسبت به دوستان رسانه ایشونه. جشنواره فراخوانش از 20 آبان شروع شده، یعنی از شنبه هفته گذشته، تا 5 آذر هم ادامه داره. یه تیکش هم افتاده روی هفته کتاب و کتابخوانی. تو این در واقع 15 روزی که فراخوان جشنواره هست، از طریق سایت رسانه نقطه کتاب نقطه آی آر ما پذیرای آثار رسانه‌ای منتشر شده در اون سه محوری هستیم که شما فرمودید، مطبوعات و خبرگزاری ها. بله. رسانه های دیداری شنیداری و رسانه های اجتماعی. حالا اینا هر کدوم زیر شاخه میشن. مثلا در حوزه مطبوعات و خبرگزاری ها برترین تیتر با موضوع کتاب انتخاب خواهد شد، برترین سرمقاله، برترین گزارش. بله. توی حوزه رسانه های دیداری شنیداری همینطور، تو رسانه اجتماعی باز متن هایی که بر بستر رسانه اجتماعی منتشر شده. خب اجتماعی یا... آقا زیر مجموعه دیداری شنیداری نمیشه؟ رسانه اجتماعی منظور ما رسانه های در واقع سوشیال مدیا، یعنی رسانه هایی. بله. که کنششون یک طرفه نیست، مثل برنامه‌های تلویزیونی یا تعاملی و ذاتشون، تولید محتواشون توسط مردم انجام میشه. اون چیزی که توی این پلتفرم‌ها یا سکوهای اجتماعی الان داریم می‌بینیم اتفاق میفته. فراخوان اعلام شده، ما از طریق سایت آثار رو دریافت می‌کنیم، این آثار داوری میشن و نهایتاً برترین‌ها در زیر محورهای هر سه تا بخش مشخص میشن، هم برگزیده ها هم آثار شایسته تقدیر. الان هیئت داوران هم مشخص شده، شورای سیاست گذاری جشنواره تشکیل شده. هیئت داوران بعد از اینکه فراخوان در واقع پایان پیدا میکنه، هیئت داوران تشکیل میشه. هیئت داوران تو دوره های قبلی متشکل از دو گروه، اعضای هیئت علمی و اساتید حوزه
رسانه است و همینطور فعالان حوزه رسانه و فعالان حوزه کتاب. معمولا هم جشنواره خیلی منحصر به فردیه، یعنی بازه مخاطبینش بازه محدودی بوده، ولی از دوره قبلی با اضافه شدن بخش رسانه‌های اجتماعی یه ذره فراگیرتر شده. منی که تو صفحه شخصی خودم یا توی کانال گروهی یا کانالی که دارم یه محتوایی با موضوع کتاب منتشر کردم، هم میتونم آثارم رو برای این جشنواره ارسال بکنم. و خیلی اتفاقات خوبی هم افتاده آقای دکتر، یعنی مثلا داریم میبینیم تو صفحات مجازی شبکه‌های اجتماعی خیلی خودجوش خیلی اوقات، یعنی اثر دغدغه میان کتاب معرفی میکنن، کتاب میخونن، عرضم به حضورت کتاب بخشایی از کتاب رو انتخاب میکنن، خودشون گزینش میکنن و بعد منتشر میکنن. تمام اینا شامل اون موضوع میشه دیگه. دقیقا، به خاطر ریشه عاطفی عمیقیه که مردم با کتاب دارن. میدونین کتاب چیزی نیست که به دیگران لازم باشه بگی دوستش داشته باش، همه دوستش دارن. الان فکر کنید ما اینجا توی مثلا اتاقی بودیم، قرار بود یه عکس یادگاری بگیریم، احتمالاً یکی از لوکیشن‌هایی که انتخاب می‌کردیم که بریم جلوش وایسیم عکس یادگاری بگیریم کتابخونه‌ایه که تو اونه. چرا؟ به خاطر اینکه ما حس خوبی نسبت به کتاب داریم، از کودکی جزء جدایی ناشدنی از فرهنگ ماست و به همین خاطر شما می‌بینید تو صفحات اجتماعی حتی جاهای مختلف هر کسی که دستش به رسانه‌ای میرسه حتماً موضوع کتاب براش مهمه و در موردش کاری می‌کنه. خیلی هم عالی. آقا در مورد حالا اهداف و کارکردش هم گفتید، نکته‌ای جا مونده که بخواین اشاره بکنید؟ یه موضوعی بعد نیست اینجا اشاره بکنم، به غیر از جوایزی که به صورت روتین گفتم توی سه بخش میاد. بر اساس سیاست‌هایی که وجود داره در هر دوره یه سری جوایز ویژه تعریف میشه. امسال در دوره 21 ما سه تا جایزه ویژه داریم. اینا به نظر معرفی کردنش بد نیست. یه جایزه ویژه جایزه ناشرینیه که تونستن خودشون از بسترهای رسانه‌ایشون مثل تو فضای مجازی صفحاتی که دارن، کانال‌هایی که دارن خوب استفاده کنن. یعنی این جایزه ویژه مخاطبش دیگه رسانه‌ای نیست، ناشراست. ناشری که تونسته خوب، بالاخره انقدر توسعه رسانه‌های اجتماعی زیاد بوده، ظرفیت‌های خوبی در اختیار ناشرا قرار گرفته. این یه جایزه ویژه است. یه جایزه ویژه دیگه مختص شخصیت‌های رسانه‌ای حوزه کتابه. ببین بعضی از شخصیت‌ها هستن که افراد تأثیرگذاری هستن که با کتاب شناخته میشن در فضای رسانه. بله، همین الان چند نفر تو ذهن من اومده. همین الان هر کدوم یه لیستی به ذهنم میاد. بله. این جایزه برای تقدیر از اون آدم است. یعنی اینجا دیگه اثر مهم نیست. خود اون آدمه یه انسان رسانه است. یعنی مستقلاً خودش یه رسانه است. و یه جایزه ویژه هم برای شخصیت فعال رسانه حوزه کتاب داریم. این جایزه دومه. سعی کردیم تو این جایزه یه مقدار متفاوت نگاه بکنیم. اونجایی که خود ناشره میره سراغ رسانه، اونجایی که خود انسانه میشه رسانه. بله. و سومین جایزه، جایزه برترین ویترین کتاب فروشی هاست. چه جالب. حالا اینجا موضوع چیه؟ ببین کتاب فروشی ها یک در واقع فقط کسب و کار نیستن، یک مرکز فرهنگی هن. بله. و محتوا تو اونجا موضوعیت داره. بله. چینش ویترین میتونه فراتر از فقط یک تبلیغ برای فروش، یک رسانه‌ای برای انتقال پیام باشه. بله. یعنی ویترین به مثابه رسانه. جایزه سوم، جایزه ویژه سومی که توی جشنواره دوره 21 داریم برای کتاب فروشی هاست، اونهایی که یه قدم جلوترن و ویترینشون رو به غیر از اینکه کتاب معرفی میکنن، بله، برای انتقال یک محتوا و پیامی هم دارن ازش استفاده میکنن، با چینش چند تا کتاب یا با هر جور کار دیگه‌ای که تو ویترینش. ما پس سه تا جایزه ویژه هم کنار همه جوایزی که روتین اعطا میشه انشالله تو دوره 21 داریم. خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم از شما. آره، ویترینه منظور گل و بلبل چیدن تو ویترین نیست لزومن، به معنی پیام داشتن، رسانه بودن. دقیقاً. خیلی هم عالی، برای شما آرزوی سلامتی داریم، موفقیت، اتفاق قشنگیه. و اختتامیش کی برگزار میشه آقای دکتر؟ طبق حالا اون چیزی که برنامه‌ریزی دارید تو ذهنتون؟ روال ما اینه که توی اواخر دی یا بهمن برگزار بشه. آه، پس همین امسال کلا 6 ماهه دوم سال 6 ماهه پرترافیکی برای حوزه کتاب. بله، ما توی 6 ماه اول یه دونه کار بزرگ نمایشگاه کتاب تو اردن داشتیم. بله. ولی تو 6 ماه دوم جایزه جلال، جایزه خیلی از این اتفاق. بر اساس تراکم برنامه هایی که تو حوزه کتاب داره با برنامه‌ریزی خانه کتاب ادبیات ایران احتمالاً اواخر دی یا تو نیمه اول بهمن ماه اختتامیه است.